زلنسکی، روسیه 2000 پهپاد شاهد 136 به ایران سفارش داده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که بر اساس گزارش سرویس‌های اطلاعاتی این کشور، روسیه 2000 پهپاد انتحاری شاهد 136 به ایران سفارش داده است. زلنسکی در سخنانی ضبط شده که در کنفرانس روزنامه اسرائیلی هارس پخش شد، گفت که علاوه بر این روسیه از ایران موشک‌های بالستیک و انواع دیگر پهپاد هم خواسته است. زلنسکی مشخص نکرد تعدادی که اعلام کرده مربوط به سفارش‌های جدید است یا پهپادهای قبلی را هم شامل می‌شود. او همچنین گفت که مربیان ایرانی برای آموزش چگونگی استفاده از پهپادها به نیروهای روسی به این کشور رفتند. زلنسکی مدعی شد که ایران در مقابل این کمک‌های تسلیحاتی پول نمی‌خواهد، بلکه در پی کمک روسیه به برنامه هسته‌ای‌اش است. حمله شدید و لحن زلنسکی به اسرائیل، شما از کرملین میترسید. به گزارش والا نیوز، زلنسکی که در پیامی ضبط شده در کنفرانس هارت سخن میگفت، ضمن انتقاد از سیاست های اسرائیل تاکید کرد اسرائیل به شکل عملی از اوکراین حمایت نمی کند. رئیس جمهور اوکراین خطاب به رهبران اسرائیل گفت اگر اوکراین میتوانست از حریم هوایی خود حفاظت کند، این همه موشک و پهپاد به آن اصابت نمی کردند و در واقع پیمان روسیه و ایران ثمر بخش نمی شد. وی در ادامه افزود، من یک سوال از شما دارم، چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ به نظر شما روسیه به ایران پول می‌دهد؟ آیا ایران نیازی به این پول دارد؟ من تصور نمی‌کنم، اما ایران به همکاری با روسیه در بخش برنامه هسته‌ای علاقه‌مند است و ظاهراً این همون معنی پیمان شکل گرفته بین روسیه و ایران است. زلنسکی در ادامه انتقاد خود از اسرائیل گفت هر بار که ما مسئله حملات موشکی و پهپادی روسیه را بررسی می‌کنم، به مسئله متحدین خود که به ما به طور بالفعل کمک می‌کنند یا می‌توانند به ما در حفاظت از حریم هوایی و آسمان خود کمک کنند می‌پردازیم. با این وجود بدبختانه در این رابطه هیچ نامی از اسرائیل نمی‌شنویم. لاوروف: ایران و روسیه توضیحات کاملی درباره ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی به سازمان ملل دادند. سرگئی لاوروف روز دوشنبه بار دیگر به ادعاهای غربی‌ها و مقامات اوکراینی مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی واکنش نشان داد. وی در این باره گفت که ایران و روسیه توضیحات کامل و مفصلی را درباره ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین به سازمان ملل ارائه کردند. لاوروف در ادامه اظهار داشت روسیه تماس‌های خود را با فرماندهان نظامی در کشورهای مختلف برای بررسی احتمال استفاده کیف از بمب کثیف افزایش داده. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه احتمال استفاده اوکراین از بمب کثیف را با همتای آمریکایی خود بررسی کرده است. نانسی پلوسی: ایران با تحویل پهپاد به روسیه مرتکب اشتباه بزرگی شده. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه با تکرار ادعای فروش پهپاد ایرانی به روسیه گفت ایران با تحویل پهپاد به روسیه برای حمله به اهداف اوکراین مرتکب اشتباهی بزرگی شده و از امنیت جهان کاسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلوسی دموکرات پس از دیدار با آندری پلنکوویچ، نخست وزیر کرواسی، افزود نخست باید بتوانیم با این پهپادها مقابله کنیم، زیرا فناوری خطرناکی است که باید متوقف شود. پلوسی گفت ما مدتی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کردیم تا بتوانیم جهان را به مکان امن‌تری تبدیل کنیم، اما اکنون آنها با کمک به روس‌ها امنیت جهان را کاهش می‌دهند. پلوسی که در سال جاری از اوکراین دیدار کرده، حامی سرسخت عرضه کمک مالی و تجهیزات نظامی به کیف است. نخست وزیر اسرائیل: نزدیکی بسیار خطرناک ایران و روسیه را نادیده نمیگیریم. یائیل لاپید، نخست وزیر اسرائیل، از نزدیک شدن روابط میان ایران و روسیه ابراز نگرانی کرده و آن را بسیار خطرناک توصیف کرده است. لاپید در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست با متهم کردن ایران به ارسال پهپاد برای روسیه در جنگ اوکراین گفته تل‌آویو برای بازبینی مواضعش در خصوص جنگ اوکراین ارزیابی‌های روزانه انجام می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل گفت بخشی از کاری که ما انجام می‌دهیم به نزدیکی بسیار خطرناک ایران و روسیه است. این چیزی نیست که ما آن را نادیده بگیریم یا کاری در خصوص آن انجام ندهیم. بنابراین کاری که باید انجام بدهیم ارزیابی مجدد روزانه و واکنش نشان دادن است. وی گفت تل‌آویو رایزنی‌های نزدیکی به آمریکا در خصوص تحولات اوکراین انجام می‌دهد. لاپید هفته گذشته با وزیر خارجه اوکراین درباره جنگ در آن کشور صحبت کرد. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش شده بود لاپید در آن مکالمه تلفنی سخنی از کمک تسلیحاتی به کیف میان نیاورد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.